ویژه دارد. این از اثر ایمان. داشت جان میداد، لحظه های آخرش را سپری میکرد، حالش بد شده بود، لحظه به لحظه وخامتش بیشتر میشد. پایش رو سمت قبله کشیدن، بعد اطرافش رو گرفتن، گفتن سلمان نگفتی کی غسلت بده، کی کفنت کنه، کی نمازت رو بخونه، هیچی دیگه. زیر لب زمزمه میکرد، گفت خودش گفته که میآید. آدم بدقول نیست، من اون رو میشناسم، آدم خوبیست. خودش گفته کی میآید، چرا واضح نمیگی؟ گفت نه نمیگم. خودش گفته که میآید. یک وقتی به اطرافیانش گفت بلندم کنید که بشینم، پشتش رو گرفتن بلندش کردن، نشست، دست ادب به سینه گرفت، السلام علیک یا امیر المؤمنین، علی جان خوب شد آمدی. من هم داشتم دقیق شماری میکرد. اینا اثر ایمانه که پای علی را به قبر میکشاند، پای علی را به لحظه های آخر عمر میرساند، پای علی را به خانه های ما باز می کند، پای علی را مهمتر از او در زندگی های ما باز می کند. ایمان خود را روز به روز تکمیل کنیم. به والله قسم من امشب نیامدم بگویم مؤمن بشید، شما مؤمن هستید، ولی میگم ایمانم مثل درخت میمانه، نیاز به آب دارد، نیاز به شاخبوری دارد، نیاز به حفاظت دارد، گاهی نیاز به این دارد که این درخت پیوند بدیم تا میوه خوب بگیره. جوانا من به شما نشان میدم، بیایید این ایمانتان را به دستهای بریده عباس پیوند بدید، ثمر خوبتری بده به شما. السلام علیک یا ابا الفضل العباس ایها العبد الصالح، او عبد صالح خداست و این پیوند به ما هم صلاحیت میاد. روی این ملحوظ است اولین کاری که میکنیم تا به این ولایت دست پیدا کنیم، روز بر روز ایمان خود رو بالا ببریم، اعتقاداتمان رو تکمیل کنیم، به هر بادی نلرزیم، کمک فشار آمد رها نکنیم، نگیم من میدانم و خودم، پناه حسینیه به خدا، پناه مجلس ابی عبدالله به خدا، بیرقم بالا میشه نمیشه، علم کشیده میشه نمیشه، به من چه ربط داره؟ عزیزان من، یک بار علم در کربلا روی زمین افتاد، تا به حال داریم زجرش رو میکشیم، تا به حال داریم سیلیش میخوریم دیگه. پس تلاش کنیم این ایمان را، ثبات قدم رو داشته باشیم. جالبش ایست که این ثبات قدم ابا و عمامه نمیخواد، مدرک نمیخواه، وجاهت نمیخواه. تو هر که هستی، هر چه هستی، میتوانی مؤمن باشی، میتوانی معتقد باشی، میتونی ثبات قدم داشته باشی، مثل میثم شی، میثم تمار، یک تبنگی خرما فروش بازاری. دومین اصلی که ما رو به این ولایت میرساند اصلی است به نام عمل. در کنار ایمان باید اهل عمل هم باشی، فقط اعتقاد کفایت نمی کنه. برادران عزیز، مؤمنین گرامی، مؤمنات عظیم الشأن، امشب عمل رو به سه بخش تقسیم می کنم. اولین عنوان عمل مال کسانی است که اعمالشون رو بدون قصد قربت انجام میدن، یعنی کفار، یعنی غیر موحدا، یعنی اونهایی که معتقد به خدای خدا نیست، معتقد به نبوت و قبر و قیامت، اینا عمل میکنن ولی قصد قربت نمیتونن. چرا؟ چون قصد قربت اسلام لازم داره. قصد قربت مقدمه برام کلمتی لازم داره، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. قصد قربت نمیتوانند چون اسلام نیاوردن، مثل همه آقایی که برق اختراع کرده، مثل اونایی که کامپیوتر اختراع کرده، خدمات دیگری برای بشریت انجام داده، چه میدانم خدمات زیادی. مسلمان ها که از قرن ششم به بعد هی با خودشان میجنگن، در درون خودشان دارن انرژی های خود را مصرف میکنن،
گاهی جنگ میشه قبیلوی، گاهی جنگ میشه منطقه‌ای، گاهی جنگ میشه مذهبی، گاهی جنگ میشه استخباراتی. مثل که الان ما داریم در آتش جنگ استخباراتی میسوزیم. خب برید تاریخ بخوانید، پیش از قرن ششم هر چی اختراع بوده مال ما بوده، هر چی افتخار بوده مال ما بوده، ولی بعد از قرن ششم هر چی بدبختی است مال ماست، هر چی سرفگندگی است مال ماست متاسفانه. خب همه کارها رو دیگران انجام داده. من نمیخوام جای خدا بشینم و بگویم کی ثواب میبره کی نمیبره، کی اجر داره کی اجر، من چه کارم کی حرف بزنم، ولی این قدر عرض میکنم ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خدا اجر آدمای نیکوکار رو ضایع نمیکنه، چه مسلمان باشن چه نباشن. این طبقه اول، شما کم آقایی کنید بیشتر بشینید که جا برای عزیزان بعدی باز شه. صلوات گفته جلوتر. خدا خیر. پس دسته اول عمل مال کسانی است که قصد قربت نمی کنند، یا قصد قربت نمی توانند به دلیل عدم اسلامشان، به دلیل عدم ایمانشان. این اول. دومین طبقه ای که عمل انجام می دهند اینا کسانی است که قصد قربت میکنن، ولی فقط به خاطر که واجب از گردنشان خلاص شوه عمل میکنن. میگه ما حال چرا نماز میخوانی؟ میگه به خاطر که مرجع تقلید گفته نماز صبح واجبه. چرا روزه میگیری؟ به خاطر که مرجع تقلید گفته روزه واجبه. چرا حج میری؟ به خاطر که آقا گفته حج واجبه. چرا خمس میدی؟ به خاطر که مرجع گفته خمس واجبه. چرا زکات؟ چرا امر به معروف؟ چرا نهی از منکر؟ چرا تولا؟ چرا تبرا؟ همش به خاطر از اینکه واجب از گردنش خلاص شود. من نیامدم که این گونه عمل را تحقیر کنم، ولی من بیشتر روی اون مرتبه سوم تمرکز میکنم و آن عملی که ما را به ولایت میرساند بخش سوم عمل است. اگر گفتید کدام بخشه؟ اون بخش بخشی است که هم با قصد قربت انجام شود، هم به نیت اتیان واجب انجام شود، و در عین زمان آدمی رو از درون متحول کند. این عمل مقدمه می شود برای اون ولایت. تا از درون متحول نشیم برون به درد نمی خواد. بعض وقتا بعض از این بچه های تندرو خدا انشاءالله یار یاورشان باشه، هر جام هست به تعبیر از آقا ابوالفضل نگهدارشان باشه، به ما میگه شما به این صوفی ها علاقمندید. نه، صوفیگری بماند سر جای خودش. من نه تایید کردم نه حمایت کردم نه هم چیزی میگم در او خصمت، ولی اینقدر عرض میکنم که این شعر مولانا شعر خوبی است. ما درون رو بنگریم و حال را، ما برون رو ننگریم و قال را. این شعر واقعیته. دین ما دین باطنگراست، خدای ما خدایی است که در دلهای خوب جا دارد، در دلهای شکسته جا دارد، در دلهای نورانی جا دارد. مگر نفرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. وقتی کسی استقامت داشته باشد، ایمان داشته باشد، دلش میشه محل نزول ملائکه، دلش میشه محل نزول فرشته ها، دلش میشه محل نزول رحمت خدا. این درونگرایی نیست. لذاست که عملی میتواند ما رو به اون ولایت برساند که ما رو از درون متحول کنه. خوب گوش کنید، این پیام رو به عنوان پیام اربعین ببرید. من چه کارم که به شما پیام بدم؟ این پیام اربعینه عزیزان من. نمازی که مرا از فحشا و منکرات باز نداره باید تجدید نظر کنید. روزه ای که مرا به تقوا نرساند باید این روزه را بازنگری کنم. لعلکم تتقون، تنها عن الفحشاء والمنکر.
لینال الله لحومها و دماؤها ولکن ینال حد تقوا. خدا میگه بنده های من نه به گوشت قربانی شما ضرورت دارم نه به خونش. ببرید گوشتش رو به فلسطینیا بدید فقیره، به افغانستان بفرستید فقرا زیاد داریم، فقرای عراق رو بدید، فقرای یمن رو بدید، فقرای کشورهای مثل پاکستان و بنگلادش رو بدید. من به اینا ضرورت ندارم، من میخوام تو با قربانی به تقوا برسی. یعنی چی؟ یعنی حج اگر مرا به تقوا نرساند سرگردانی بیش نیست. از طواف خانه خدا به خدا اگر نرسم سرگردانی بیش نیست. از طواف بیت الله به الله اگر نرسم سرگردانی بیش نیست. از سعی بین صفا و مروه به صفای باطن اگر دست پیدا نکنم سرگردانی بیش نیست. از وقوف در عرفات اگر معرفتم ازدیاد پیدا نکند وقوف بیجاست. از منا همی رقم، از مشعر همی رقم. من باید درک کنم، من باید آرزوهایم رو کوتاه کنم، من یک مقداری رغبتم رو از دنیا باید کم کنم تا عمل روی من اثر بگذارد. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نکنی. حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست، برو دنبال یار بگر. هی داد و بیداد، چه حجی، چه معرفتی، چه صفایی. کاش ما هم اینقدر بدبخت نمی شدیم، به درد فراق مبتلا نمی شدیم. عزیزان علی ان ار الخلق ولا اطلاق. مهدی جان سخت، همه رو می بینم فقط تو رو نمی بینم. خوش به حال اونهایی که امام سجاد رو در کنار خانه خدا دیدن، خوش به حال اونهایی که امام صادق رو در حال طواف دیدن، خوش به حال اونهایی که امام زمان خود رو در عرفات دیدن، خوش به حال اونهایی که با بقی به زیارت امام زمان خودم رسیدن، خوش به حال اونها. چرا میگم خوش به حال اونها؟ به خاطر که من و تو فقط شنیدیم امام صادق چه رقم حج میکرد، اما اونا دیدن، شنیدن کی بود؟ مانند دیدن ندید. یک وقت امام سجاد وارد بیت الله الحرام شد، مردم کوچه داد، احترام امام را انجام داد. خلیفه که نشسته بود هیچ کسی برای خلیفه اثری قائل نبود و پروای او را نداشت. به خشم آمد، گفت این کیه؟ میشناخت، ولی میخواست تحقیر کند، کوچک کند، بگوید من حداقل نمیشناسم. گفت این کیه؟ یک شاعر بلند آوازا آمد گفت این رو من میشناسم، میخوای معرفی کنم؟ فرمود او فرزند مکه و مناست، او فرزند مروه و صفاست، او فرزند زمزم است، او کسی است که خدا به او عزت داده، او کسی است که خدا به او مودت رو در قلوب مردم جابجا کرده. سیجعل لهم الرحمن ودا، مصداق ارزش که اوناست. روی از این ملحوظ است که این عمل ما رو متحول میکند و ما رو به این ولایت میرساند که ما متحول شیم. من یک حرف رو فاطمیه پارسال گفتم، اجازه بدید فاطمیه رو به اربعینیه گره بزنم و بگویم عزیزان من، همون رقمی که نماز من و تو رو باید متحول کنه، روزه من و تو رو باید متحول کنه، حج من و تو رو باید متحول کنه، اهل تولا و تبرا بشویم، این مجالس هم باید من و تو رو متحول کنه. اگر نکنه به جوی نمیارزد. تحولش چیه؟ اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اصل روزه را بنا